کولاک دلاوران یمنی و دلاوران لبنان و چون لبنان و دلاوران انصارالله الله در 24 ساعت اخیر گل کاشتن کولاک کردن یکیشون با توقیف کشتی سگونیستا و دیگری با ضربات موشکی پی در پی امروز چندین پایگاه سگونیست نیست و نابود شد همان بلایی که سر مردم غزه آورد سر پادگان های سگونیست ها اومده از سمت دیگر رسانه های سگونیست میگن تو غزه درگیریم تو شمال دارن با موشک میزنن شیپال درمون میکنن کشتی ها تو جنوب تو بابل مندب میگیرن هنوز روز خوشتون نرسیده بله دوستان عزیز خبرهای دیگه داریم از محور مقاومت فیلم های مربوط به توقیف کشتی سگونیستی و البته در طول برنامه به ریش داشته و نداشته براندازان دوپیلی هم سخت خواهیم خندید امریز که راه ماست وظیفه که سیخومو تعریف کردیم سی شازده کلنگپت هم داریم <تصفح> این که به اندازه گاو نمیفهمه دوباره ثابت شد که به اندازه یک گاو نروک هم نمیفهمه بنزه خرچرمه سویزو هم نمیفهمه خب دوستان <تصفح> با شنیدن تیتراژ برنامه مثل همیشه با اقتدا به مولای عزیزم امام علی یا علی میگیم و میریم تو کارش سلام وطنان ما در باکو تالش نخ جوان. سلام هم زبانان در کشمیر هندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعیان کویت بحرین القطیف جنوب عراق جنوب لبنان بچون انصار الله، یمن شیخ زگزاگی و یارانش و سر سر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنوند سلام بر محور مقاومت سلام بر بچون حماس جاد اسلامی سلام بر بچون انصار الله یمن دلاوران حزب الله لبنان هشت شعبی قهرمان و سایر دلاوران و ناماورانی که امروز میزنن توی ملاج یانکیا و سگونیستای کسیف بیرحم کتوله همچنین سلام بر تمامی آزادی جهان که امروز در خیابانن آقا در خود آمریکا نشون خواهم داد در خود سان فرانسیسکو نزدیک 16 کلنگ پت عکس کی رفته بالا عکس کلنگ پت نه عکس مرشد عزیز ما بالا رفته گفتیم آمریکا رو هم میگیریم <applause> نشانهاش داریم میبینیم خب دوستان حالا بریم تو کارش آقا امروز توصیه ای ندارم هر طور خودتون دوست داشتی دوستان آقا امروز سه روز از طوفان لقصا گذشت آقا در این سه روز تن و دست آورد و آورده نظامی شد همون بمبایی بود که آمریکایی بهشون رسوندن و زدن رو سر مردم بیگناه یه آماری سازمان ملل داده که از خانه های غزه بیش از نیمی از خانه های غزه در همین مدت چلو سه چهار روزه تخریب شده و بیشترین تخریب هم در مناطق شمالی غزه که شهر غزه قرار داره بدلاهی ها و و اینا بیشترین تخریب داشتن بیش از نیم تراکم جمعیت هم بیشتر در شمال تو شهر غزه اونجاست بیش از نیمی از ساختمونات در همین 42 سه روز به اندازه ی سه بمب اتم در یک محیط 300 کیلومتر مربعی از بین رفته سگری سواد همین یک کار بلدن تا تا یک چیزی بلد نیستن سگری تاکتیک جنگ نه. روز اول گفتم آقا اصلا امریکایی ها سگونیست ها اینا جنگشون کلاسیکه پشتبانی آتش هواپیما توپخانه حرکت تانک ها این خیلی وقت دماده شده زمان جنگ خودمون زمان بنی بود، فرمانده قوا بود مخالف حضور نیروهای مردمی و سپاه بود در جنگ و کلاسیک فکر میکرد معتقد به جنگ متعارف بود که ما بیایم همون مثل جنگ کلاسیکی که تمام ارتشا مثل ارتش عراق انجام میدن که آقا پشتوانی آتش و حرکت تانک ها ده برو بیم چه کنید چهار تا عملیات ارتش انجام داد نصر چهارش یک فاجعه بود شهید علم الهدا اینا شهادت رسوندن شهادت رسیدن در منطقه دهلاوی و اینا تانک ها رفته بودن تانک ها چیفتن بی بخارن. بعد نیم ساعت موتورا گرم کرده بود و اول پیشروی کرده بودن بعد هیچ حفاظی نداشتن و هم با یه تانکا بیشترشون هم زدن و خیلی هاشون هم گرفتن و یه شکست تمام ایار بود به طوری که بنی صدر رسما پایان عملیات آفندی رو اعلام میکنه و که دیگه از این به بعد ما بریم تو پدافند اگر بنی برکنار نمیشد که ما نمیتونستیم خرمشهر رو بگیریم جوانای خوشبکری مثل شهید حسن آخری بودن تو دفتر یادداشتش نمیشه این جنگ به درد نمیخوره ها این جنگ ما تو شکست ما تو جنگ متعارف تو جنگ متقارن ما حرفی نداشتیم در مقابل اون ماشین جنگی عظیم عراق با اون همه حجم از تانک و هواپیما و ما یه مشت واسه باج دادن به انگلیسی ها این چیفتنا رو آورده بودن هم زره مزخرفی داشت هم موتور مزخرفی داشت موتورش بعد نیم ساعت گرم میکرد بیا ایسا دیو سینه <applause> ما از طریق جنگ نامتقارن خورمشر رو آبادان و شوش و اینا رو تونستیم از محاصره نجات بدیم خورمشه رو تونستیم آزاد کنیم جنگ متقارنی که مبتکرانش مفتکار... همین جوانایی مثل شید حسن باخری و سیاد شیروزی و بقیه بودن که تو در جنگ نامتقارن میری از نقاط ضعف دشمن استفاده میکنی کمینا شناسایی خوب همین شهید زین الدین گفتم چند روز پیش در مدش یه استادی بود تو شناسایی تو امو شناسایی میره نجف مقبره امام علی زیارت میکنه و برمیگرده چه عجوبه ای بوده خب مراد این که آمریکایی ها انگلیس جنگ متقارنی یا جنگ جنگ کلاسیک میفهمن اما ایرانی ها و محور مقاومت استاد جنگ نامتقارن این جنگ نامتقارن ما تو هشت سال جنگ با عراق دیدیم و موفقیت آمویز حاکمونه پس گرفتیم بعد اومدیم تو جنگ سوریه جنگ داعش تو عراق با امریکایی ها زمانی که عراق در اشغال داشتن اینو آموزش دادیم به بچونه و برارونمو به رفقامون به هم پیمانامون در سوریه بچون فلسطین آقا شما باید چه کار بکنید دوستان عزیز در جنگ شهری این زره پوشا هیچ به کار نمیاد مرد پای کار میخواد مرد پای کار میخواد این زره پوش های خوراک که... پرنت خوراک آل یاسین صد و امروز اصلا سگونیستان رو بر روی زمین شیپالدر کردن ناکارشون کردن آقا فوج فوج فیلم میدیدم و تو خونه ای شاید پنج و تا زدن داخلش ناکارشون کردن خب سنگونیستا امروز قطر چکانی گفتن یه پنج تا دیگه ازمون رفت به اسفل سافلین اینا رو میگن ولی امروز آماری منتشر شده بابا با بیش از 2400 سرباز کشته دادن آره خب اینا اگر بگم با تجربه اون ساختاری که سنگونیستا دارن باعث فروپاشی سیستمشون میشه کلپس میکنه میریزه میترسن بگن میترسن بگن شما صورت های یوبو و گالانت مالانت که میبینید آقا اصلا ما چقدر شکه یک میگن تکیده ما تو لری شکه صد یک تو لوری با کلماتم باید با او خشونت اون چیز خودش سلابت داشته شکه صد یک شیپالدر تو میکنیم <تصفح> <applause> بله دوستان عزیز آمار پیدا کنم خدمت شما که امروزی عبدالکف دارم دارم این کاس کلی اسرائیل زیهی بله بسیاری از روزنامه نگاران اسرائیلی می که تعداد سربازان کشته شده اسرائیل حدود 2985 نفر یعنی از 1015 کم و تعداد مجروحان 11600 سرباز هم. این همان چیزی است که سخنگوی اماس نیز گفت که حقیقت به زودی به افکار عمومی اسرائیل خواهد رسید دولت ناتوانیابوی به هر قیمتی تلاش میکند تا آمار واقعی تلفات غزه را پنهان کند زیرا جمعیت اسرائیل در حال جوشش است و دائما تظاهرات و دائما بخش مهمی همزشون در حال فرارن از اراضی اشغالی اینا حقیقت جنگ دوستان اینه که ما معتقدیم که عقب نشینی تاکتیکیه که هماس انجام دیشب تو آخر وقت بود گفت سرگونیستا از فشاری که مقاومتگران فلسطینی بهشون آورده از چندین منطقه و ناحیه و خیابون فرار کردن دومشون گذاشتن رو کولشون فراخ فرار کردن این حقیقت جنگه اونا هم طبق مرمون کودک کشی و در روز جهانی کودک دولت مورد حمایت غرب آمریکا همچنان به کشتار کودکان زنان و مردم بیگنا مشغول است بیشتر از 25 تا از کودکان نارسی که در بیمارستان شفا بودن و با بدبختی 7 8 فوت کرده رسوندن به مصر بخش مهمی از اینا میگه نمیمونن اینا دوچار تنش شوک نمیدونم به خاطر کم آبی و عدم اکسیژن و این چیزا شدن و فوت میکنن منادیان حقوق بشر کجان منادیان حقوق بشر سر تو ماتت بایدن مثلا زیبا کلامن. بله بلا سب های قدس اعلام کردن درگیری شدیدی بین مقاومت و ارتش اشغالگر در مجاورت دوراهی آموزش و پرورش و شعبه دانشگاه آزاد آزاد قدس در شمال نوار غزه در جریان است از وضعیت سی خراب بود که خرابترم شده به قول ما دنبار شده خراب شده چطور فعلا از دو ناحیه بچون از الله لبنان ماشاءالله از لبنان ماشاءالله شیرون زرد امروز با همون بمب آبگر کنی یعنی برکان با سر جنگی 500 کیلو زدن پایگاه از شیپالدر کردن اصلا نگاش میکردی احساس میکردی پادگان مال غزه است فکر کنم شهر غزه است نه پادگان سگونیستا این همون موازنه وحشتی حالا چهار تا بزن تو حیفا و تو این آبشیرین کنا و کارخانه آمونیاک و اینا ببین چی به سر سعیونیستا میان اینا که عمق جوپولوتیک ندارن اینا که عمق راهبردی ندارن جایی ندارن برن دل ناتوانی او قیافش میکنی که اصلا تکست شکست درست دیگه بله از بلای لبنان از آغاز جنگ بیشتر از هزار موشک هدایت شونده به اهداف اسرائیل شلی کرده است ایران ریشه خصومت و تجاوز علیه دورت اسرائیل تونیم اون روزایی که دانشمندان اصلی ما رو ترور میکردی فکر این روزانه میکردی اون روزایی که در نتنز اون روزایی که در سوریه اون جنایات انجام میده ما فکر این روزش هم در مشکلو باید فکرش هم کردی که الان خفتت کردیم الان گوشت زیر دندونی خبرنگار کانال دوازه ابری تانک در غزه می سوزد در شمال کشته میشوند شوند کشی من در یمن اسیر میشوند شوند دالکه سیجنه بگره و سی سگ این نتیجه همون مقاومت من در دشمنی من تحلیلگر نیستم دوستان حالا سعی میکنم کنم بکنم ولی بیشتر من واسه دشمنان رجز می خونم من از تو یوتیوب صفحه هم, هم نوشته من از تخخیر دشمنام لذت میبرم اینا باید نمک گذاشت رو زخمشون سالهای سال بود که نمک میذاشتن رو زخمای ما الان زمانه ماست آقا فیلم ببینیم از ضربات کوبنده ای که بچون مقاومت لبنان شیرون زرد فرزندان هیدر کرار ببینید امروز چه کار کردن این سگونیست های نادرس الواتو ببینید شیپالدرش شیپال درش کردن موشک بروکان موشک نقطه زن نیست اینا به خاطر اون حجم خوراک بچون مقامت تو سوریه بود یعنی الان راسته کار بچون از الله کاملا واردن این وقتی منفجر میره کلی ترکش و مواد انفجاری داخلش و یه حجم وسیعی رو از بین میبره به خصوص واسه سنگرها و نفرات و اینا خوراکشی برکانه دیدید پادگانشون چطور ناکار کرده بود حزب لبنان امروز با سی موشک و بیشتر از پنج سه پهپاد سگونیستا رو مورد حمله قرار داد حالا یکی از حرکتی که از پهپادها اگزو زنبوریاش هم بشنویم لذت ببریم که داره میزنه تو ملاج سگونیستای کسیف این, این ببینیم هم؟ نه این بله ای جونم ای قربونی صداد میشتوید صداشو یشنید یا نه داره میاد زیبا کلام داره یاسی نادرست خود به صف اما برای بعضی میسر سرگ سرگونیست های کسیف نادرست افتاد عالم دو پیلی بله امروز خلاصه روز تلخی بود واسه سگونیستا و روز تلختر از اینم میشه با امید خدا ما ببین مقاومت به خوبی داره درهای جدی یعنی پلنهای مختلف داره یه اتاق کنترله توی اتاق کنترل همه حضور دارن این یه واقعیتیه که همه ارکان مقاومت حضور داره چه در غزه چه در لبنان انصارالله من هشت شعبی و چه سردار خوانی عزیز به عنوان هماهنگ کننده همه اینا توی اتاق کنترل پلنا مختلفی در برخورد با سگونیستا و آمریکایی وجود در آمریکا به عنوان پشتوانه اصلی سگونیستا بخش زدن تو ملاج سگونیستا رو هشت شبی به عهده داره چرا هشت شبی چون هشت شبی میزنه چون آمریکا توان برخورد با هشت شبی رو نداره دستش رو تو عراق زیر ساتور هشت شبیه و اینو ترامپ یکی دو بار همچین غلط هایی بود به پا... پایگاه هشت شبی حمله کرد و باعث شد تظاهرات در عراق و حمله به سفارت آمریکا کل شد عروسی داستانی واسه س... یانکیا زدن تو ملاج یانکیا رو هشت شبی عراق به عهده داره زدن تو ملاج سگونیستا رو با موشک و اینا حزب الله لبنان حزب الله لبنان به مرز بازدارندگی خیلی وقت گذشته ناتمانندگی رسیدن سگ نیست جرأت ندارن با حزب الله لبنان وارد جنگ بشن خودشان خیلی خوب میدونن کافیه چهار تا از این براکانیا براکان چه براکان اسباب بازی واسه بقیه موشکای نقطه زن حزب الله بخوره تو جاه تاسیسات مهم توی مثلا برق و تاسیسات برق و آب و آب شیرین کنها و کارخانه آمونیاکسازی و راکتور دیم دیمونا و خلاص خودشو هم میدونن وگرنه سگونیستا که اینقدر خار و حق خقیر بودن این نتیجه سالها زحمت تلاش و صبر استراتژیکی بود که ایران و به خصوص شهید سلیمانی عزیز کلی وسش زحمت کشید یواش یواش سنگ بنای یک مقاومت گذاشت که امروز سگونیستا از هر طرف محاصرن الو دریا فرار دریا هم ناامبی تا تا دریا هم ناامبی دیروز شاکار بچون یمن آقا بزنید کنار شیرون یمنی و مناصر کار یمنی هم ثابت کردن از طول تاریخ مردان پای کارن زیر یوق هیچ کسی نرفته میدونید که امپراتوری عثمانی تنها جایی که ای کشور عربی سی سیطرش نبود یمن بود یمنی ها هیچ وقت باج به هیچ مصری ها دینام چلو پنجا رفته بودن یه شکست خفتباری تعمیر کردن به مصری دمشون دومشون گذاشت کلشون فرار کردن با یمنی جماعت نمیشه شوخی کرد با پهباد آمریکایی رو دیدید امکیو کیو چند شونزه میلیون دلاری پول یه بیشتر از اف شونزه است یه اف شونزه آوردن پایین صدای آمریکا در نیمه تازه ناواشون فراری دادن بخشی رو بردن شمال بخشی رو بردن جنوب نزدیک خلیج عدن حالا دیروز بعد اینکه انصارالیا یه یمن هشدار داد به کشتی های سگونیس حق و عبور از این آبرا ندارن و کشورهایی که کمک بکنن به سگونیستا سی اونو هم داریم این کاسکلی دیروز کشتی گالاکسی توسط مال اون میلیاردر سگونیستا و از مبدع ترکیه به مقصد هند ای اردوغان رود سیاه با که همیشه رود سیاه ها صداش بلند نمیشه نفس نمیکش نمیتونه محکومش کنه پس این همه رجزی که واسه حمایت از فلسطین و بر علی اسرائیلی میخوندی اون چی میشه چیزی نگی خب مجبوری این کشیدی رو تعمال کنی این دردناک خفناک مدل تصرف کشتی هم دوستان عزیز دقیقا مدل بچوخ سپاه عزیز بود که نفکش انگلیسی ها و یونانیا و اینا رو توخیف کردن یکی حضور قایقای تند رو بعد با بالگرد نشستن من فیلم رو ببینم اینو بلومبرگ ساعتی پیش منتشر کرد از لحظه زمانی که وارد پشتی میشن توقیفش میکنن شیران یمنی ببینید حالا این عکس بود فیلمشو بذارم خدمتتون که نه این لحظه که وارد هدیده میشه بندر هدیده خب دوباره میذارم که بله اینه بفرما این لحظه از قایقا تندرو میان دوستان عزیز دوره برش بعد از طریق بالگرد همون مدل اه... توقی کشتی انگلیسی و کشتی یونانی و... سبک کار سپاه دیگه ببینید اینجا قایقا تندرو کاملا میچسبن بهش بعد بالگردم از بالا چون یه من کلی بالگرد میل 17 و دارن هواپیماهاشون رو F5 و کلی هواپیما میک دارن که اونا رو هم آماده رز کردن تو رژشون هم دیدیم خلاص این لحظه یه که کشتی رو توقیف میکنن و اینجا هم میبینید که وارد بندر هدیده میشه مهمترین بندر یمن به خصوص یمن شمالی در شرق در غرب یمن در غرب صنعا میفته هدیده بندر هدیده استان هدیده هم استان هدیده هم بندر هدیده با بیش از 700 هزار جمعیت یه داستان داره که الان هم خدمتتون میگم چه دلاوریایی واسه همین بندر هدیده زمانی که ببینید اینجا وارد بندر هدیده میشه حالا یه آهنگ مزامل خونی هم روش بود حالا مترس ترس را چون مال ایسا لیس شاعر و خواننده نامدار جپه مقاومت و انصار الله حالا گفتم شاید کپی رایت بخوره مجبورم قطعش کنم ببین دوستان هودایده در غرب یمن میفته استان هدیده استان بخوریم ما اگر بخوام ساحلیه دراز و باریکه و بیش از یک میلیون جمعیت داره شهر هودایده بیشتر از 700 هزار جمعیت داره زمانی که ببین بعد بهار عربی خب علی عبدالله سال دیکتاتور یمن بود تو بهار عربی کنار گذاشته شد و عبدالرب منصور هادی شد رئیس جمهور اگر یادتون بیاد او زمانی که مردم سعده تازه جنبش انصار الله تظاهرات خیابونی بود سر بهار عربی علی عبدالله سال نزدیک میشه به خیلی تو ارتش یمنم هم قدرت داشت پسرش رئیس ارتش یمن بود نزدیک میشه به انصار در ها رو باز میکنن و انصار یمن از اونجا مجهز میشه خب خلاصه بعدم که قضایه رو میدونیم علی عبدالسالب عبدالرب منصور هادی در حس قرار میگیره و اطلاف سعودی حمله رو شروع میکنه با انصار یمن و یه دو سالی از این قضیه میگذره تو نگو اماراتیا و سعودیا با علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن در حال گفتگو بودن و اون دست به خیانت میزنه نسبت به انصارالله یه سخنرانی میکنه و ما نمیدونم باید صلح کنیم و من دیگه دست از این جنگ بر میدارم و خلاصه و چون انصار الله یمن هم به خونه حمله میکنه این به همراه یه چلپنجا تا خودرو حرکت میکنن برن به سمت مرب برسن قرار بوده هلیکوپترها بالگردا اطلاف سعودی بیان کمکشون تا از محاصره نجاتش بدن برن اونجا و دیگه این بشه رهبر اپوزیسیون یمن خلاص تو را بچه ها انصارالله جلاشو میگیرن تو تیراندازی که میشه علی عبدالله سال کشته میشه کشته که میشه فکر کنم 2017 بود آره 2017 یا 2018 بود علی عبدالله سالی که کشته میشه نیروهای محافظ هدیده همین بندر هدیده که در مقابل اطلاف سعودی می جنگن اینا وابسته به تارخ ساله پسر علی عبدالله ساله بودن واسه همین قسمت های مختلفی که اونا قدرت رو در دست داشتن قدرت رو با س... به سعودی ها اطلاف سعودی می پیوندن به مخالفان و اونجا سقوط می حتی تا دو سه کیلومتری فرودگاه هدیده می میرسن البته چند جا از اینجا مثل بندر مخا و به خصوص شهر ادریمی این دریمی داستان جالبی داره محاصره 260 درجه میشه ترمید اصلا امکان ورود و خروج از شهر دریمی وجود نداشت اگر بزنید تو گوگل هم میاد یعنی انصارالا اینا مردم اصلا ببینید اصلا یمنی و شیرانی یمنی عجیبن با اینکه مردم سیری نیستن مردم فقیرین ولی خیلی گردن فراز خیلی آزاد مرد شجاع نترس مثل این دو دنبال مال دنیایی چیزا نیستن که آقا اینا میان چطور کمک میکنن یه, یه راکت مثل خمپارانداز درست میکنن ولی توی این مرمیشون به جای مثلا مهمات مواد غذایی میذاشتن اگه برید تو گوگل هم پیدا میکنید بعد همین پرتاب میکردن و میافتاد تو شهر دریمی البته دو سال بعد بعد چون انصارالله یه پاتک میذارن و محاصره دریمین هم بعد اطلاف سعودی ها. حالا اماراتی اون قسمت تاریخ ساله اینا به امارات نزدیک بودن به سعودی نزدیک نبودن اون حزب اصلاح اینا به سعودی ها نزدیک بودن تو معرب و حضرموت و اینا بعد یه دفعه منطقه رو کل ترک میکنن کلی سلاح کلی زره پوش میفته دست بچون مقاومت و معاصره هدیده میشکنه واسه همین میگم واسه همیشه بندر هدیده کلی خون ریخته شده کلی تلفات داده شده سالهای سال تو محاصره بودن مردم هدیده اما هستن امروز دارن سمره مقامت رو میچشن کشتی سگونیستا وارد بندر هدیده میشه پیام یه زمانی میگفتن آقا یمنی ها به چه درد ایران میخوره ببین دوستان وقتی غربی ها اومدن انگلیسی ها خبیس اومدن پرتقالی پرتغال پرتقال تو جزیره هرمز ما 400 نفر بودن 120 سال خون مردم منطقه رو تو شیشه کرده بود مالیات های کلان تجاوز به نوامیس ایرانی ظلم ستم چون اونا دریانورد بودن میدونستن سرپاس کنترل جان شما باید تنگه ها رو کنترل کنید جمهوری اسلامی هم تو همین فاز رفت شما میبینین تنگه هرمز خود دیگه خوبه ترکل رو هست یه خمونه تو زمان حسن خلیدی خدا نشناس ما با جیبوتی هم خیلی رابطه خوبی داریم چون بابل مندم یه سمتش یمنه یه سمتش جیبوتیه و بیشتر از 20 درصد تجارت جان از این باریکه رد میشه بیشتر از 20 درصد و 40 درصد ببخشید تجارت جان از این باریکه رد میشه اگر زمان حسن خلیدی اون رئیس برنامه بوجش آقای کی بود؟ اه یه احمقی بود آقای قبلا نماینده مجلس هم بود از نوچگان حسن قلیدوز بود که گفت جیبوتی کجاست این احمق نمیدونست جیبوتی چقدر مهمه ما جیبوتی رو به همین راحتی از اون سمت بابل مندب از دست دادیم یه هم این سمتش یمن داشت یه هم بابل حالا بگذاریم خلاصه اینا ما الان بابل منده رو میگیریم ببین با بالاتر اتیوپی ایران کلی تو اتیوپی پایگاه داره اتیوپی دو تیکه شده بود بخشی رو ببین همیشه جنگ ژئوپلیتیک در جریان دیگه قسمت اون استان امهارا تیاگارای چیه اونا قسمت اینا به یهودیان نزدیکن خودشون از حضرت سلیمان میدا اینا سیونیستا کمکشون کرده اومدن تا نزدیکی آدیسا بابا ایران روسیه چین با خصوص پهباد مهاجر شیش و اگزو رفتن ورق جنگ ورگش. رفتن تا نزدیکی خونه استانه که شورشیان شورشیان رو سرکوب کردن یعنی از سمت اتیوپی هم ایران کلن ها رو کنترل میکنه بعد میریم بابل جبل تارق مس هنوز مردده هم مس هنوز کار داره تو جبل تارق هم این سمتش الجزایره این سمت مراکش که خب رفیق روز تنگ مونه برار مونه از مون شاه هم برار این سمت مراکش سمت چپ مراکش هم جپه که واسه سرای غربی میجنگه با دولت مراکش که پرچمش توی مراسم تعلیف آقای ابراهیم رئیسی هم رفت بالا میریم با تنگه پاناما کانال پاناما خب بچونه ما الان جدیان رابطه خیلی خوبی با دولت پاناما داریم خب اونجا هم نزد... ونزوئلا نزدیک به پاناما یعنی نگاه میکن از این سمت هم به دماغه امیدنیک خب ما همیشه رابطه تاریخی خیلی مهمی داشتیم با آفریقای جنوبی از این سم میریم به تنگه مالاگا این ببرهای تامیل در سریلانکا اینا تامیل بودن مثل ایالت تامیل نادو در هندوستان و ادعای استقلال میکردن و هیچکس کمک دولت سریلانکا نکرد خلاصه ایران اومد کمکشون کرد آموزششون داد و ببرها تا میل سرکوب شدن و ایران یه رابطه خیلی قدرتمند داره با بنگلا... بنگلادش نه ببخشید با سریلانکا پایتختش هم کلمبو چرا چون این بعد از تنگه مالاکا یعنی میتونه تاثیر بذاره رو تنگه مالاکا کشتی عبوری از نزدیک سریلانکا عبور میکنه پس نگاه میکنیم چه بخور معروف چقدر هوشمندانه این طراحی شده این نقشه هژمونی که ایران توی ده ۰ سال اخیر یعنی تو گذرگاه های جان گلوگاه های جان ایران حضور داشته حالا میایم تو جنگ منطقه سعیونیست ها واسه اولین باره با بحران موجودیتی طرفن و دیگه فقط بس حتی با وجود خیانت حکام مرتجع منطقه حکام فاسد منطقه حکامی که برزمان فلسطین میگن ولی در دلشون طرفدار سگونیستا و نابودی مقاومت فلسطین هستن اما امروز سگونیستا در خارج از خاکشون هم تاوان میدن 20 درصد صادرات اقتصاد سگونیستا از طریق بابل مندب این میشه خب حالا مثلا باید چه خری بزن به کپوشون باید برن از مدیترانه عبور کنن بیان تو اطلس برن اطلس جنوبی برن دماغه امیدنی که طی بکنن از این بر بیان تو اقیانوس هند و ماداگاسکار و بعد بیان یه دفعه ممکنم یه دفعه به امر خدا پهپاد سرگردانی هم یه دفعه شیرجه میره رو ملاجشون <تصفح> بعد میدونید دوستان تو دماغه امیدنی چون محل تصادم اقیانوس هند و اقیانوس اطلسه یه موجهایی هست به طول سی متر اینا اصلا معروف این نیک به قبرستان کشتی ها به راحتی کشتی رو را به دو تیکه تبدیل میکن فیلم ها زیادی از مثلا کشتی رفته بعد با اون موجا سمگین یه دفعه میاد داد و جیغ و وحشت خدمه کشتی ها بلند میشه این اونجا اون امید نیک یعنی الان سگونیست ها تنها جایی که میتونن دور بزنن اینا تازه اونم صد درصدی عرض کردم ممکنه چون بازم باید از در دریا... اقیانوس هند و نزدیکی خلیج عدن و این چیزا بگذرن پهبادا بچو تا 2000 کیلومتر میاد یعنی <تكتش> yani واقعا شرایط واسه سخت شد بار بارم جالب همه هم کالا لوکس همه هم ماشین های لوکس میگه میلیارد دلاری بوده این بار بچو بند ماشین لوکس بذار زیر پاتو تو حقتونه خدا و حقتونه لیاقت چه دارید بنزو فراری بولد زیر پا کف وکیتی و یه پالسی هم به آمریکایا دوستان این یه وحشتی واسه آمریکایا که شما هم اگر روزی اگر بخواید بیش از حد پشتیبان اسرائیل بگیری منافع تو منطقه به خطر میفته کافی شیران یمنی از این به بعد اعلام کنن که ما منافع آمریکا رو هم به خطر میندازیم اون موقع چه خاکی آیا میتونن وارد جنگ دیگه بشن؟ خب جنگ بشه اصلا اون موقع دیگه کلن بابل منده بسته میشه بابل منده دوستان کافیه ده نفکش عبور کنین قدر باریکه که یه جزیره هم هست ورود داخلش بشن سختارا این اماراتی ها اومده بودن تو این هزینه کرده بودن پایگاه زدن اینقدر بچون یمن با موشک زدن تو پایگاه تو همین جزیره سختاراش که اون فرار کردن رفتن اماراتی کافیه یه نفکش اونجا بزنن تنگه قط میشه یادتون میاد اه کانال سوئز چند روز بسته بود و گفت هر روز دوازده میلیارد دلار به اقتصاد جهان لطمه میزنه حالا خب این کالا ها که میان از از کانال سوئز وارد دریای سرخ میشن بعد از بابل ببور میکنه یعنی یه قدرت نمایی بود این دوستان قدرت نمایی محور مقاومت به زعامت ایران واسه غرب و طولش سگونیستا که شما دیگه نمیتونید هر بلایی سر فلسطینی بیارید و قصر در بعد تاوان پس بدید حزب لبنان داره اونجا شما رو شیپالدر میکنه راحت بیش از هزار نفر تا حالا کشته صداتون بلند نمیشه امروز فیلم ها زیادی میدیم دوستان که سه چهار نفر ایستاده بودن دقیقا با کرنت زد و سر چوک دیگه میسه این اعلام نمیکنن ببین قیافه ببینید دل, دل مار واسش کباب میشه خرد سرش بیا ناتوانی و بود به نظر من داره میمیره این چند روزی یه سکته میکنه سخط میشه یعنی سگ بگرید این یه روزی واسه ما رجز میخوند یادتون لیوان آب ما میتونیم مشکل آب اره بود آب حل کنیم یادو چطور این واسه ما شاخ میشد و ما بمبارون میکنیم و ما علم میکنیم و بله میکنیم ببین چه کارش کردیم ببین چطور خارش کردیم دشمنان و این مردان ایمان ببین ایمان به انسان عزت میده الان امروز یکی از این بلاگرای آمریکایی هست همش تتو همش دی عجق و جق مسلمون شده میگه اصلا احساس میکنم آدم دیگه شدم ببین ایمان به انسان ها خود من هم زمانی که آتیست بودم الان با ایمانم چقدر زندگیم تغییر کرده چقدر روحیم تغییر کرده چقدر نگام به دنیا عوض شده نادرست کجا بینمت نات و ببینید بیا شکس دی دوستان می سکته کرده ببین قیافه شو این مرده است خود رسانه سگی نیست میگن می این مرده یه که راه میره فقط این یه مرده است که نفس میکشه گالانت بینید قیافه گالانت زعی درگشته تره همه شون همیتورن آقا امروز تو کنسه درگیری بوده مجلس نمایندگان شد این تظاهر کنندگان که دنبال آزادی اسرا بودن گفتن آقا جنگ تموم کو اسرا نازد او بهش میگه زر نز ما هم کل فک فامیلامون تو نبرد زمین تو غزه شیپالدر شد رفت چاه ویل ما هم داغ داریم ما هم ازاد داریم من زیر مشکلو اصلا اصلا به فروپاشی رسیدن اینا بذار ببینم پیدا کنم براتون که وضعیت سگونیستا چقدر هات شده چقدر اینا زمانی بود که براندازان دوپیلی به دنبال این بودن که با کمک سگونیستا بیاد به ایران حمله کنه تا اونا شاید حدرت و درده یه مش آدم های دوپیلی یه مش آدم های... نه دوباره بعد بذارمش. ببینید وضعشون چقدر حاد شده که به سر کول همدیگه میپرن این زیر مشکل و گپت بند ما هم کل فامیلامون از دست دادیم ما هم بدبختیم آه همینه بزایی صداش هم فعال کنم این کنست مجلس سگونیستاس که میبینید مثل موش افتادن دارن به سرکول هم میپرن ببینید ראשון, אין לכם מנדט על הכאב.

اینا حزب بنگویه و مخالف پایان جنگن چون بعد جنگ که تموم بشه اینا میرن زندان یا بنگویر اینا دولت از دست میدن ناتوانیابو هم خب باید تشریف بره زندان جفتشون دارن غور سر هم میزنن این میگه عملیات رو متوقف کنید تا آثاره آزاد بشه اونم میگه هر ذری میخواید بزنید ولی ما هم دوستامون رو خاک کردیم دوستامون شیپالدر کردیم دیروز هم گفتیم که گورکن سگونیس میگه من در دو روز اخیر پنج بیش از پنجاه نفر از سربازان سگونیست رو اینجا چال کردم یعنی تلفاتشون هم دوستان از جنبه تلفاتم هم خیلی مهمه گالاند وزیر خارجه سگونیست میگه ایران و ایران رهبر و عامل اصلی تحرکات علی اسرائیل است خب باش زور و زیاده مل مقینه میتونیم تو چی کنکی واسه چی کار میخوای بکنی نادرست چه کار میخواید بکنید آقا بعد این قضیه آقای محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصارالله الله شخصی که من خیلی علاقه مندشم شاید در ده سال اخیر مرتب مصابه شد تو الجزیره گوش میده آدم بسیار پخته آدم بسیار باسواد الان استاندار استان زمار در شمال آره زمار در شمال یمن هم هست و عضو دفتر سیاسی آدم بسیار پخته کسی بود که همینطور که عضو سیاسی بود میرفت کرانشش هم تو دستش بود و میرفت تو میدون جنگ اینا مثل تکنوکرات های ما غرب زده دوپیلی راندخور که نیستن به دنبال چاپیدن هپلی هپو کردن سفره انقلاب باشه اینا تو میدون جنگن مسلح ببینید آقای محمد البخیتی میگه ما واسه خدا این کار کردیم ما میترسیم اگر این کار نکنیم جواب خدا رو چی بدیم قابل توجه بسیاری از مسئولین دیروز گفتم گفتم این تو ماش ساله ای آزاد بشه دوباره شروع میکنم دوباره شروع کرده خدا خواهد داد آقای جی بگذاریم ببینید عندما شاهد مشهد دیروز وقتی سعی دیدم که از یک دختر بچه فلسطین که برادر شهید خود را میپوشان و با برادر بزرگ و پدرش هم دردی میکرد من هم دیدم اون لحظه رو احد الفتیات و و تغطی اخیها الشهید و تواسی اخوها الكبیر او ابیها یعنی هدا... وقتی این سحنه دوباره یادم میآید نمی توانم بخوابم ما ملت یمن از این دخالت های نظامی با هر نتیجه ای از این دخالت نظامی با هر نتیجه خورسندیم هر اتفاقی میاد ما خوشحالیم که در مقابل ما در کنار مظلوم قرار گرفتیم وقتی ما كنت اتذكر هذا المشهد لم استطع النوم يعني نحن الان الشعب اليمني سعاد سو بهذا التدخل العسكري ما ما كانت نتائجه نعم سيد محمد جناب محمد دفتر نخص وزير اسرائيل بنيامين بنيا نتانياهو گفته ایران پشت این عملیات قرار دارد و انگیزه اصلی حوثی‌ها برای انجام این اقدام بوده است مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ان ايران تقف وراء هذه العمليه وهي الحافز الاساسي للحوثيين من اجل <ك> تنفيذها <مت facial> ما نظروا يا هذا الكلام اخي <applause> الفاضل <applause> برادر الكرام هي حرفا صادقيه مثال اخوي امير عبداللهيان هم گفتن گفتن هر شاخه دينا مستقلا رسن ما که مثل امریکای نوچه پرور نیستیم طول پرور نیستیم ما با برارونمون مویگیری یاد میدیم گردن فراز شیعه مرتزا علی که گوش به فرمان کسی نیست اونجایی که فکر کنه باید از مظلوم دفاع کنه وارد کارزار میشه این وظیفهی که احساس میکنه اونی که پیرو به مکتب امام حسینه هیهات منزله میگه که گوش به فرمان کسی نی خرد کپوتو زیر مشکلو خب میگه خداوند میفرماید در راه خدا با کسانی که با شما میجنگن بجنگید يعني آه هذه يعني آه هذا تبسيط آه للامور وحرفها عن مسارها الصحيح يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم والان أكلون هم شلون إسرائيلية برادران ما در فلسطين را چون در راه خدا و به خاطر مزدزعفان نمی جنگید ایلین اخواننا فی فلسطین و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال از مرد و زن و فرزندانی که میگویند خدای ما را از این شهر که ساکنان ای ظالم هستند خارج کن ما هیچ یار و یاوری جستو نداریم آیه قرآن و النسا و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمه عليها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا نحن عندما نطق... ما وقتی کاری میکنیم در پاسخ به فرمان خداوند است آقایون مسئولین جمهوری اسلامی گوش بدید دلاور یمنی چی میگه شما ای که مسند بر گیرید فقط باید در مقابل خداوند پاسخ باش نه در مقابل فالوور نه برای سلبریتی شدن نه واسه پو بازی نحن نتحرک استجابه لله سبحانه و و اشهد الله خداون شاهد از وقتی جنات های اسرائیل در غزه شروع شد ما نگران بودیم و احساس عدم اطمینان به دلیل ترس از عذاب خداوند داشتیم ای درود بر توی مرد با این همه اخلاص انسانی تو. وقتی رهبر تو سید عبدالملک بدردین عزیز باشه معلومه بعد ان انسانایی در کنارش باشه نه عندما بدات الجرائم الاسرائيلي في غزه كان لدينا قلق وكان لدينا شعور بعدم الاطمئنان خوفا من عذاب الله الا تنفروا اگر به جنگ نروید خداوند شما رو به عذاب و دردناک دچار میکند و قومی را جایگزین شما میکند البته اینجا این تو قرآن به عربها میگه می که اگر شما به جنگ نرید یا اسلام اجرا کنید قوم دیگه میاد اجرا میکنه بعد بهش کیه میزن رو شون سلمان فارسی میگه قوم این مرد این با ایرانیانه عذابا و القوات وقتی نیروهای یمنی به صورت نظامی دخالت کردن و امروز هم یک کشتی رو توقیف کردن این مسئله موجب اطمینان و امنیت ما شد اليمنيه بالتدخل العسكري واليوم عندما قامت بالاستيلاء على سفينه اسرائيليه هذا اشعرنا بالاطمئنان واشعرنا بالامن ومهما فعل رجيم اسرائيل امريكا اركاريام بكن انزري به ما نميرسد دوري منشوم كاساكالي موشكا امادان باباد سماد سوبوركان كي2 هم امادان موشكه زلفقار على الكيان ومهما فعلت امريكا هم لن يضرون لن يضروكم الا هرگز نمی توانند به شما آسیب سخت برسانند مگر آنکه شما را اندکی بیازارند و اگر به جنگ شما آیند از جنگ خواهند گریخت و پس از آن دیگر پیروز نخواهند شد آیه قرآن برادر با وجود تمام این آیات باز هم یک نفر مسلمان پیدا می شود از من بپرسد شما به خاطر ایران دخالت کردین؟ این مکتب ماست این ایدولوژی ماست احد وسالني يعني مسلم يسألني يقول أنتم تدخلتوا من أجل إيران طيب اين ناسه بحره ما س... خب از ايات القران شو مشوب مردانگی ما شو مشوب مردانگی شيرون زن مردان مرد حقا لائق مردانگی انتوا اينناتي بهذه الايات اين ناتي بوجودتنا هذا ما قاله اه... من شيزك دفتر ناتانيو گفته بله من هم بهو جواب دادم نه شما انا ارد عليك لا لا ارد عليك نعم هذا ما قاله مكتب بله. بنابراین ما رو هیچ اهمیتی به واکنش ها نمی دهیم بله آنها الان از آنچه قوانین بین المللی مینامند صحبت میکنن چیزی که به نفعشون باشه صحبت میکنن چیزی که به ضررشون باشه نه سبیلی رد میکنن کنند لا بالی برد ای لوری مثال داریم و نمیشه مثبت 18 است معدبانش میگه با فلانجام قر با فلانجام دوست <تصفح> اینم داغونيستا امريكايان چيزي كه به نفعشون باشه ميگن به باشه، ردش میکنن. هم طبعا الان يتحدثون عن ما ما يسمى بالقانون الدولي اين جاء؟ اين قانون بين الدوليه موقع حمله به يمن كجا بود إن قانون بين الدوليه موقع حمله به برادرانمون در غزه كجا بود اين كان هذا القانون الدولي فيما حصل في اليمن فيما حصل على اليمن من عدوان فيما حصل على اخواننا الفلسطينيين في غزه من عدوان بنابراین ما در چارچوب رهنمون های الهی حرکت میکنیم و این رهنمون های اخلاقی و ارزشمند است و باید به احترام بگذاریم خب این دوستان از صحبت های جناب محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جبهه انصار یمن دلاوران و شیران یمنی که بد سیلی زدن ببین دوستان دیگه از این به بعد شرکت هایی که با سگونیستا کار میکنن حالا درست اینو کارکنان ای کشتی سگونیستا بودن خب نیاز هم ما کلی نفکش هم مثلا میبینی ناخداش هندیه مثلا پاکستانیه این تو قوانی المللی امر مشخصیه ولی این یه پیام آشکاری بود که آقا شما اگر پرچم هم عوض کنید با هر پرچمی بیاید با پرچم عربستان بیاید با پرچم ترکیه بیاید با پرچم هر زیر مشکلونی باز بازم ما میگیریم چرا چون مال اسرائیلید پیام آشکار اونا که دارن به مسلمین خسارت میزنن ما هم اینجا بهشون خسارت میزنیم فقط موشکا ما هم یه دفعه و حرکت در میان بندر ایلاد دیگه خود تو دانید خیلی دوستان این طبعات سیاسیش طبعات اقتصادیش طبعات جوپولوتیکیش بالاست این زنگ خطر خفناکی واسه آمریکاست که کنترل در غرب آسیا از ایران باخته ایرانه داره غرب آسیا رو مدیریت میکنه به همین سادگی به همین خوشگلی اما یکی از مردم عادی یمن ببین مردم عادی یمن چه چی میگن اون حرف اونو چیه نه آیا ببین اونو هم زیبا کلام دارن ترس بندازن تو جون مردم هی hey, مدرمس بابا کشتی نوورد فردا جنگ میشه وی وی نمیدونم خونپاره میاد رو سرمون هی 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 دیدم مثلا اون بود تو کارتون گالی من میدونم بازم خونه من خراب میشه خونه زیبا کلام در میاد بله ببینیم To and lentil, and israel us, we would say to them, whatever they do, whatever they are among with them, we don't fucking give a shit to them. and we don't care. and they will never scared us. they will never stop us. we are coming to from yemen, from Sanaa to palestine very soon, inshallah, because we are with our leader, raja, al-hudayi, and we know that we are in the right side. so no one can stop us. we know our raja, israel به حرف اسرائیل و آمریکا اهمیت نمی ما به زودی به فلسطین می رویم و در آینده کاخ سفید را با کاخ سیاه تبدیل می کنی. منتظر ما باشی داریم سیتو می کاسه کلی بله اینجا هم دلاور یمنی و رجزی که برای یانکی های بی پدر و مادر داشت ببینید دوستان این, این فیلم هم بذار ببینید این تو اندیشکده اسرائیل میگه بن سلمان خودش بهم گفته من مادرم یهودیه و در عربستان اجازه نمیده کسی بر علیه یهودی ها حرفی بزنه دیگه برای من طولانیش رو نیاز نیست بذارمش و نشون میده که اینا این آنوسیا در کشورهای اسلامی ریشه دارن ریشه دبوندن و اینجا اینم ببینیم دوستان جوزف بور مسئول سیاست خارجی این خبرنگار الجزیره خوب یقشه میگیره یعنی حسابی قوی میشه حسابی هل تعتبرون ان ما تقوم به اسرائیل هو جرائم حرب؟ آیا اسرائیل در غزه جنایت جنگی انجام داده است؟ سال مجریب الجزیره اینه أنا لست محاميا و... جواب وكيل انا دا 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 انا لكن هناك محكمة جنائية دلوقتي. دولية ستتولى التحقيق دلوقتي. وعدة بلدان طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح قضية دلوقتي. بالتأكيد هل موقف الاتحاد الأوروبي أن ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر جرائم محاربة آیا از نظر شما اروپایی هم در هفته اکتبر جنایت مرتکب شده؟ این میگه بله yes. Yes. نعم We that نحن نعتبر ذلك جرائم حرب لان قتل المدنین به شکل واضح به شکل واضح ما ماتقیم اونجا مردم کشته به شکل واضح و علنی اسرائیلیا به شکل علنی و واضح نکشتن تازه همونایی هم که تو هفته اکتبر کشته شدن 90 درصد شو خود آپاچیا بالگردای آپاچی خود سگونیستا بود حالا افشا کردنه ببین چقدر اینو استاندارد چون دوگان از این نادرست من, من دون ای سبب قتلهم فقط هم كانوا هناك ليس لسبب اخر لكن سيد بوريل قلت للتو عندما سالتك عن اسرائیل انك لست محاميا فكيف كيف يكون هذا الوضوح في اتهامك لحماس؟ خب آقای بول خنده زیر مشکل میشه میبین خب آقای بر، در مورد جنایات جنگی اسرائیلی از شما پرسیدم گفتید من وکیل نیستم من حقوقدان نیستم من سبقل حسن قولی دوز من حقوقدان هستم پچه چطور در مورد حماس که ازت پرسیدم میگی آره مرتکب جنایت جنگی شدی که حقوقدان نبودی خوب گیرش انداخت بعد دیگه به شرپاکوت میفته که مهمی بعد جواب خوب میده میگه و همین استانداردهای دوگانه مردم قبولتون ندارن تشت رسوایی لیبرال دموکراسی افتاده استانداردهای دوگانه حقوق بشریتون افتاده جواب میده دم این مجری واقعا کارش خیلی درسته انها قامت بجرائم حرب و عندما اسالو که عن اسرائیل تقول انا لست محامیا کما یقول ساسه غربیون کثر ولی هده السبب کسیرون با و این و این کارتون سبب شده که ملت ها و مردمان جهان شما رو متهم بکنن به استانداردهای دوگانه آقا اینا در مقابل اوکراین گفتن آقا این اوکراینیا عرب و نمیدونم فلسطینی و سوری نیستن و اینا مبور چشمابی زخمونن یعنی نجات پرستن او همین بر کسی بود که گفت اروپا یه باقی میمونه که بقیه دنیا جنگلن بایدن هم خود گفت همه دنیا لکه روی شلوار آمریکا هم نمیشن ما شلاسی تو چقدر شما طرفدار حقوق بشری حقوق بشر تو مین ماتت زیبا کلام <applause> فقط یه ابله مثل زیبا کلام ها گوله شعره تو خالیه شما آدمای وحشی اما با کاور حقوق بشر بازی و روزی که منافعتون ایجاد بشه مثل جنگ جانی اول جنگ جانی دوم از کشتار میلیون ها انسان مثل زدن بمب اتم ابایی نخواهی داشت چون منفعتتون ایجاد بکنه شما هر غلطی انجام میدید اما که الان منفعتون در کشتار مردم فلسطینه ابایی ندارید ازش یا تو میاد محصابازیشون این دختر مرده بود مریض بود چه کار پاره میکردن؟ مثل اینکه فلسطینی ها دختر نیستن آدم نیستن و این در راستای ببین ما همیشه گفتیم حقوق بشر یه ابزاری در دست غرب واسه استفاده سیاسی بهرمندیش فشار آوردن با کشورهایی که باشون زاویه داره اما مثلا بن سلمان و بن منجل و... که با ساتور سر میبره جمال خاشخشی و تو اسید هنوز بابا بابایی گاو شیرده خمونه <laughs> آ بگذاریم دوستان اینقدر حقیقت ایان شده که اصلا دیگه گفتن ما هم گاهی وقتا میشه تکراریه بله این آقا مرشد عزیز ما امروز ملت های جان تو خیابونن واسه دفاع از فلسطین اصلا خود غربی ها تعجب میکن چی بی تا, تا هرچی دروغ بستن هرچی شو هرچی نمایش هرچی برنامه قلابی و فکر درست کردن اما مردم اونجا دیگه گول نخوردن امروز پرچم فلسطین پرچم ایران عکس مرشد عزیز ما در گوشه گوشه جهان بلند شده ببین این در سان فرانسیسکو در کالیفرنیا آمریکا پرچم مرشد عزیز عکس مرشد عزیز ما بالا رفته عکس پخش کوزاپت خورتمپت کوی کوی <تص> ببینید این اکثر مرشد عزیز مرشد... 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 مرشد کامل ما این این کالیفرنیا آمریکا. آقا یه کارشناس نظامی هم گفته هماس نابود شده نینی ایران هم مرتب ما رو فریب میده ما رو غافلگیر میکنه به راحتی هم اسکل مو میکنه گای وقتا انگولک مو هم میکنه ما حریف ایران نمیشه همون گفتم دکترین نامتقارن ایرانیا تو سیاست ورزی شو هم توی مسائل ژئوپلیتیک شو هم همیشه جنگ نامتقارن عمل میکنن و چون اینا نگاهشون متعارفه همیشه فریب میخورن از ما همیشه تو, سی... تو سری میخورن همیشه سیلی میخورن به این خاطره بله آقای ابراهیم رئیسی هم واسه پنجاه کشور اسلامی نامه فرستادن و گفتن آقا یه حرکتی بکنید واسه حمایت از مردم فلسطین بالاخره یه،, یه حرکتی یه جوششی یه شرری یه کمی خودتون تکونی بد یه کاری بکید زیر مشکلونیا همش بیانی های پفکی به چه درد میخوره کار درستی کرد آقا ابراهیم ریسی باید ایران از این پروپاگاندا از این شرایط به بهترین نف استفاده بکنه واسه بهبود چهرهش در جهان خیلی غرب و اینا دوست داشتن با رسانهاشون ایران مورد تخریب قرار بدن امروز در جان ایران نماد مقاومت نماد عزت طلبی عدالت محسوب میشه واسه همین شما تظاهرات واسه فلسطین هم برگزار میشه پرچم ایران عکس مقامات ایران رو میبینید که اونجا حضور داره به این خاطر بله این هم از این بله دیروز آقا مرشد عزیز ما رفتن ما شلا به این صورت چقدر نورانی چقدر زیبا اصلا آدم نگاهش میگه این مرد خدا عجیب اینا که میبینی صورت ها چقدر زیبا چقدر آرامش بخش چقدر آرامش توی نگاه مرشد عزیز ما موج میزنه یکی در ویراستی تویت جالبی زده میگه این برق چشمان حضرت آقا رو خریدارم کاش روزی برسد که متخصصان اقتصاد مقاومتی این گونه رهبری را به وجه بیارند و کام مردم را شیرین کنند یعنی مرشد عزیز ما از دیدن توانمندی های نظامی دستاوردهای نظامی که محصول زحمات و کوشش های شبان روزی متخصصان دلاوران ما بوده سردار حاجیزاده عزیز و بقیه چطور مرشد عزیز ما رو به وجه آورد ای کاش این تکنوکرات ها و این مسئولین در حوزه های اقتصاد و این چیزها هم بتونن این چنین باعث خوشحالی و خوشنودی مرشد عزیز ما بشن آقا آزاده سمدی هم گویا خواسته برنه توی جشنواره پفکی در هند هندی که الان رفیق سگ است. بالاخره خواستن از این چیزا ف... جنبش زن زندگی آزادی بالاخره قطعا خواستن یه چیزی هم بهش پرت کنن جلوش به خاطر شرارت و وطن فروشی و اینا خلاص ممنوع خروج شده با پاسپورت چه گرفتن گفتن به تمرک سر جاد زیر مشکلو مانه آقا گماش ساله ایم دیروز گفتیم این دوباره شروع میکنه گماش ساله ای رپر مرترز اینو اینترگمال زده تنها آزاد شدن از تنهایی زیر شکنجه در زمان بازداشت سخته است دیدید لگت زد گفتم اینا برای چی باید رفعت شاملشون بشه رفعت واسه کسی شامل میشه که متنبه شده باشه نه در همون لحظه اول شروع کنه به لگت زدن این چهار روز دیگه ببینش حتی من خودم به عنوان یه فعال سیاسی سابق این جماعت رو میشناسم خودم هم اینطوری بودم که این افتخار میدونن چه پولایی که بین اینا خرج میشه پخش میشه من اینم از تو ساله ای دیگه چی بود خورتونپت اومده با یه رسانه ای صحبت کرده گفته من اصلا نمیخوام آنو صادقانه به من صادقانه و من کارم زندگیم دخترام اینجان رفیقام اینجان من سنجاق نکنید به یه جایی خو غلط میکنی در مورد ایران حرف میزنی پس پس امور ایرانو به ایرانیان بسپار ها فندش فقط خوبه پولهاش خوبن ایران خودش خوب نیست دختراتم هم همش آمریکایی دوست دارن. زیناتم البته فرانسوی دوست داره. <laughs> اینا ببینی اینجا این میگه منم آدمم اونم میگه درسته. اینا ببینید. انا ام هیومن صداش قد اینو من خودم فکرم شما میشنوید ولی من باید واسه خودم هم صداش فعال بشه تا بله ببینید کنید به اندازه گاو انسان میگه اف کورس خو اخر من به اندازه گاو نمیفهمه به اندازه گاو نمیفهمه به سمیرزا هم نمیفهمه به اندازه خرچرمه حاجی کلالی هم نمیفهمه به اندازه سگون آبادیمون روستامون تیرمه و برگاد و مشکال هم نمیفهمه بله این هم هست ای گا... این خورتم آقا عبدالکفت این نادرست هم ناراحته که حزب الله لبنان و انصار الله یمن دارن میزنن تو ملاج سگونیستا بالاخره زاره میزنن تو ملاج سگونیستا مثل اینکه که میزنن تو ما تحت این اربابشون این خون برده خانزاده بالاخره باید حق اربابی و حق نوکرین به جا بیاره عبدالماینر کلی خرج کردن براش کلی هزینه کردن براش کلی این زیر مشکلون ساپورت کردن الان باید عبدالماینر خود چه نشو از زیر باید خودت نشو بدی این همه خرجت کردیم نادرست الوات هفتاد عالم اینجا میگه بسیاری امروز خود را حزب الله یا انصار الله یعنی لبنان انصار یمن ولی حزب الله واقعی نیستن تو واقعی هنه تو زیر مشکلو واقعی که ما تحتت میدن اسرائیل و میدن سعودی و میدن آمریکاست بازم ممکنه ختنن و با یهودی ها این انگلیسی ها بیشتر تو کار مذهبی ان بیشتر این به انگلیسی ها واسه فدنه و دعوه ممکن ممکنه این ختنه هم نو مثل مستر چیکاک ها و اینا نگاهشون کنیم این فیلم هم ببینیم این زیر مشکلو این من تعجب میکنم چرا مولوی ها و مقامات اهل عل... در ایران نمیزنن تو دهن این آبرو نذاشته خدا و کلی واسه اهل در ایران اگر اینو سخنگوی خودشون میدونن خود دیگه خوش به حالتون اگر نمیدونن خب باید موزه بگیرن عبد قبول دارم این بلخه کلی رسانه داره ساپورتش میکنه رسانه های گل باریسی اینترگمال اینا و بقیه نمیخوان هاشیه درست بشن ولی خود داره به دین و مذهب داره آسیب میزنه به همه توصیه میکنن که توی گمال الان به تو میگم چی میگه صداش هم فعال کنم این غیرت از دست داده خدا رحمتش کنه آقای سعی کرد آخر آخر, آخر به خیر بمیره اردشیرزادی گفت انسان وقتی آدم وقتی از خارجی پول میگیره کرمو میشه یه کرمی میره تو بدنش وول میخوره دیگه کرمو میشه دیگه آدم اجنبی میشه دیگه مستقل نیست دیگه باید به فرموده عمل کنه و نه جیناش قطع میشه دیگه استقلالش از دست میده دیگه شرافت رو از دست میده پا میذاره رو اخلاقیات پا میذاره رو وجدان چیزی که ندارن البته اینا اولش هم نداشتن و هر چی که براش بنویسن دیدی جدیدن خیلی گوشی میذاره تو جیب تو گوشش هر چی بهش میگن باید دیکته وار بگه وگرنه بوجهش قطع میشه باید دوباره برگرده سرمون پنجاه تمن صد تمنی که میگفت گدایی میکرد باید دوباره برگرده اونجا ران گوشتی خوبه الان گمال به دنبال پشمه پشم گوسفنده خب ببینیم این گپگوشات چی میگه قضایه با انصاب دست باشه خب این شفت چیه انصاب بکنه آه. این حالا بی را ما صحبتمون از برخی گروهی. خاک بر سر اونایی که گوش به حرفایی میدن خدا وکیلی خاک بر سر تو خرد کپو تو اصلا این بلد حرف بزنه نه جمله بندی درستی داره نه شعور داره نه بلد قرآن بخونه بر علی نمازم خب اون موضع نگرم آخه شما برا چی میری زیر من بره این من بینم سوات مازا فازا من فازتونه نمیفهمم خدا وکیل یا حزب که این. با اسرائیل درگیره با اون نیست با حزب اسرائیل درگیره با اون نیست هماس این با اون نیست ها با کیست ما دفاع نداریم ما دفاع از هماس نداریم هماس با ارباب ما دعوا میکنه هر بابا بامبلی نعمت ما دوام میکنه مجزیان غبار حماس حض... حماس موش قابل خود کی شی... کی قابله دفاعمون ایمان از مردم بی دفاعی مردم چی از مردم دفاع کردی بیگناهه دفاعمون دفاع از زنانه این ب... زنانه خرم کپوت برخرا کسی که درگیر میشه برخرا خود یه دولتی هست یک اگر... کسی که درگیر میشه ببینید دقیقا چی میگه حرف زیبا کلام میزنه کسی که خب دولتی است میزنه اونم شما رو ناکار میکنه دیگه حرفاش اینقدر خوا... اصاب خورد کن شده که ارزش گوش دادن نداره این کفتار ببین دوستان خطی که عبدالماینر داره پیش میبره دقیقا خطی است که بن سلمان بن زاید رهبران عربی پیش میبرن و حتی کشورهای اروپایی و حتی آمریکا. هماس محکوم است از... اینو اصلاح طلبان هم گفتن سلبریتی هم گفتن هماس ما با کار و هماس نداری محکومه اما ما از بود انسانی نگرانیم سلبریتی ها دوپیلی در ایران هم بیانی دادن یکی بزن یکی بزن گرین کارتشون باید نباید باطل بشه خاک بر سر تو مای ننگ مای خفت خاک بر سر اونایی که گوش به شما میدن اونا خیلی آدم های قابل ترحمی آدمای آویزان دو پیلی. ببین دقیقا همون خطه این اصلاح طلبان دارن تزریق میکنن خوراک به اینا میدن این عبدالکف دار. اصلا نه عقل شعوری داره نه چیزی داره نه چیزی حالی گاف پول بش بده واسط ارعر میکنه واسط ماما میکنه واسط واق میکنه هرچی بگی ممکن لنگاش هم بزنه بالا ببینید این دقیقا خطیه که آمریکایا و اروپاییا دارن تذریخ میکنن هم به رهبران کشور عربی هم به اصلاح طلبان در ایران لیبرال ها این بی همه چیز ها اینا خب هیچی ندارن از خودشون بی همه چیز به معنای واقعی بی خانواده بی شرف بی وطن بی لیاقت بی غیرت آقا شما اگر میخواید محکوم کنید از جنبه انسانی محکوم کنید حماس حماس مثل اینکه مثلا ناپدریشونه خورم دنگ این جنگ بین دو کشور نی این جنگ بین صاحب خونه است و اشغالگر هماس منتخب مردمه هماس نماینده مبتنی بر چارچوب دموکراسی لیبرال دموکراسی هم انتخاب شده همه ناظرین بین هر جیمی کارتر هم اومد روش نظارت کرد این جنگ بین ایران و عراق مثلا نیست که دو طرف هم بشینن سل کنن گمال این جنگ بین اشغالگر و صاحب خونه. حتی خودشون هم اون پیمان صلح اسلوی هم که بستن خودشون هم زدن زیرش هیچ وقت هم اعتنایی به نه قدنامه ها سازان ملل داشتن نه پیمان که بستن و اون ماده دو, دولت دو, دو کشور رو هم گذاشتن زیر پا خب با همچین جرسومه های موجودای شیادی که پرچمشون هم رویاشون نیل تا فراده تون کم کردم گبگشاد ماتحتی چی کار باید کرد به نظرت بازم میگم خاک بر سر اونایی که زیر پا منبر یعنی. خدا وکیلی برید در شعور و در عقل و وجدان و انسانیت خودتون شک بکنید قربونتون برم دوست حتی اگر دشمن جمهوری اسلامی هستید بالاخره برای یه معیار انسانی یه چیزایی باید خط قرمزایی واسه رو نگهت دارید نه یه آدم بی ارزشی مثل این عبدالکفتار نادرست که سر دنبش با هم بازی میکنن قربون تو برم دوستان عزیز برنامه ما به پایان رسید مطالب روزمون خیلی زیاده بازم باید ببخشید اگر برنامه طولانی میشه حالا هرچی رسیدی نگاه کنید قربون تو برم سفاس از مهرتان پیروز باشید